أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. والحمد لله على عفوه بعد قدرته. والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه شکرگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. تقوایی که امروز به شدت به او نیاز داریم تا آینده ما و آخرت ما، آخرت و آینده قرین سعادت باشد. تقوایی که حفظ او ما را از هر آسیب و زیان محافظت می کند. به تعبیر امیر بیان قرآن ناطق محور حق امام سفیدرویان فرمود تقوا امروز پناهگاه است و حفاظ و فردا راهی است به سوی بهشت. بسیار زیباست ان التقوى في اليوم، امروز که زنده ایم حیات داریم، الهرز والجنه و فی غدن فردای قیامت الطریق الى الجنه، راهی است به سوی بهشت. امید است هممان به این وصیت خداوند انبیا و اولیای الهی توجه کنیم و در ماه مبارک رمضان که ایام استثنایی و ویژه است توجه بیشتر برای رسیدن به تقوا و پیمودن مدارج بالاتر. خطبه اول بحث آثار حیات را با یکی دو تا فراز و نکته پی میگیرم. در خطبه دوم بحث عمده ایمان صحبت از ماه مبارک رمضان و ویژگی های این ماه و فرصت ها و برکات این ماه خواهد بود. به مسائل اجتماعی مربوط به جهان اسلام و مخصوصا افغانستان از باب وظیفه خواهیم پرداخت. مکرر در هفته های گذشته اون آیه شریفه را به عنوان آغاز صحبتم
تلاوت کردم یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. مؤمنین، وقتی خداوند و پیامبرش شما را برای حیات و زندگی دعوت می کند پاسخ مثبت بدهید. عرض کردم زندگی یک سر است، اما آثار دارد، علائم دارد. اگر علائم حیات را نداشته باشیم، تنها راه رفتن، غذا خوردن، صحبت کردن، اینها دلیل بر حیات نیست. در عبارات قرآن این موضوع و این مفهوم به وضوح به چشم میخوره. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا، یا رسول الله تو به گوش مرده نمیتوانی حرف داخل کنی و مرده را نمیتوانی شنوا کنی. هستن افرادی که غذا میخورن، راه میرن، حیات فیزیکی دارن، اما حیات واقعی ندارن. غفلت انسان را از حیات واقعی دور میکنه. در دعاها و در روایات داریم گناه بزرگ قلب مرا میرانده. بر همین اساس در ادامه عرایض خطبه های گذشته درباره آثار حیات به دو موضوع امروزم اشاره میکنم. یکی از مسائل مهم در اسلام مسئله کار است، مسئله پیشرفت است، مسئله عزت است، به تعبیر بهتر مبارزه با فقر و در واقع با نیازمندی است. ما میدانیم خداوند در قرآن میفرماید عزت از آن خدا، پیامبر و مؤمنین است. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. اما تنها راه رسیدن به عزت این نیست که ما باور پیدا کنیم. درسته هممون باور داریم عزت از آن خداست، از پیامبر است، از مؤمنین است. باید راه رسیدن به عزت را از قرآن، از عمل کرده انبیای الهی، مخصوصا پیامبر اسلام و تربیت شدگان اون مکتب یاد بگیریم. هر چیز و هر حرکتی که با عزت ما، چه در سطح فرد و خانواده، چه در سطح جامعه و کشور درگیر است، باید او را برداریم، او مانع را برطرف کنیم تا ما به عزت برسیم. زیر بار ذلت رفتن، تن به ذلت دادن دستور خلاف دین است، خلاف قرآن است. اگر یک رخداد طبیعی مثل زلزله، مثل سیل، مثلا سائقه پیش می آید، هم مردم و هم نظام ها موظفن مردم را کمک کنن، اون حوادث را مدیریت کنن، برای او آمادگی داشته باشن. از اینها که بگذریم، یکی از راه های رسیدن به عزت بی‌نیازی است. حالا شهری گرفتار زلزله شده، گرفتار وبا شده، گرفتار طاعون شده، باید به این مردم، جامعه انسانی، مخصوصا جامعه اسلامی توجه کنند. و الا در شرایط عادی که ما سالهاست در شرایط عادی زندگی میکنیم، بحث زلزله نیست، بحث مثلا مرضهای از قبیل کرونا نیست، یک شرایط عادی. در شرایط عادی باید مردم، نظامها وسیله عزت را دنبال کنند، بشناسند و مردم را برای رسیدن به این عزت کمک کنند. این از باب اینکه هم نماز جمعه این واقعا عبادت استثنایی، و هم از بابی که در ماه مبارک رمضان قرار داریم عرض میکنم.
بهترین چیز از نظر اسلام، من نکاتی را که امروز عرض میکنم همش الحمدلله محور رسیدن به عزت است، به آرامش است، به پیشرفت است. یکی از بهترین فضیلت ها در قرآن بی‌نیازی است. یعنی انسان طور زندگی بکنه یک نفر و یک عضو و یک شخص طوری باید زندگیش تنظیم بشه که از دیگرها بی نیاز باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن شرف المؤمن، شرف و بزرگی مؤمن و چیست؟ قیامه اللیل، یکی شب بیدار بشه، اهل تهجد باشه، اهل نافله و نماز شب باشه، خب این یک بخش کاره. و استغناءه عن الناس، همین مؤمنه که اهل نماز شب است از مردم بی نیاز باشه. در کنار نماز شب خوندن، در کنار عبادت و بندگی، باید زمینه ای را فراهم بکنه که به دیگران نیاز نداشته باشه. دست نیاز به سمت دیگرها دراز نکنه. تنها برای فرد نمیگیره، کشورها هم باید همین تئوری برنامه داشته باشن. ما باید این مقوله را تحلیل بکنیم. پیشرفت، عزت، دست بالا پیدا کردن، اینطوری نیست که همه اینا گره خورده باشه به عبادت. حالا یک کسی اهل عبادت اما اهل کار نیست، کار نمی کنن، خب یقینا ای به مرحله عزت نمی رسه. چون قرآن در کنار اقیم الصلاة می فرماید لیس للانسان الا ما سعا، چرا تلاش نمی کنی؟ او جامعه ای که مسلمان نیست لحظه بیکار نیست، یک لحظه در مسیر یادگیری، در مسیر آموزش، در مسیر علم یک لحظه معطلی نداره، همه زمینه ها را برای پیشرفت علمی فراهم کرده. خب او تولیدش بالا میره، او تکنیکش بالا میره، او سرعت عملش بالا میره. خب طبیعی است وقتی آدم دانش بیشتر داره، وقتی کار بیشتر انجام میده، وقتی لحظه به لحظه از عمرش استفاده میکنه، خب او بالا میره. دین به ما یاد میده که در کنار دینداری باید راه زندگی را پیدا بکنین. حضرت فرمود و عزه، شرفش در نماز شبه، عزه عزتش در چیست؟ استغناءه عن الناس. شما یک عالمی، یک دانشمندی، یک عابدی را که با ایش سر و کار دارین خیلی با او هم حرمت قائلین، به محض که دست نیاز به سمت شما دراز میکنه، مسائل زندگیش نمیتونه خودش تأمین بکنه، از چشمتون میفته. بار اول، بار دوم، هرچی بیشتر دست نیاز دراز بکنه اون عزتی را که داره از دید شما کم میشه. ما برای خدمت به کشور، برای پیشرفت، برای عزت در کنار دینداری، در کنار عقیده به قرآن، در کنار عبادت و مسجد و دعا و نیایش، نیازمند به این فرایندیم که زمینه کار، زمینه پیشرفت، زمینه بی‌نیازی را فراهم بکنیم. و این نمیشه جز با مدیریت، جز با برنامه ریزی، هم در مسیر علمی و آگاهی و هم در مسیر تولید و در واقع کار و سعی و تلاش بلیغ. شاید اون چه که در ذهنم بود بخشش توانسته باشم منتقل کرده باشم. من اگر از عبارات و روایات اهل بیت پیامبر و انبیای الهی استفاده میکنم، بیشتر هدفم منتقل کردن اون باورها و راهکارهاست. امام هشتم علی ابن مسرضا، عالم دودمان خاندان رسول الله، فرمودن مردی، حالا حضرت رضا
از نظر تاریخی متأخر است، اما خب از اجداد طاهرینش این روایت را نقل میکنه. حضرت فرمودن رجلون قال رجلون للنبی، یک کسی آمد پیش پیغمبر، قال رجلون للنبی یا رسول الله، به حضرت عرضه داشت علمنی عملا لا یحال بینی و بین الجنه. خیلی عبارت رساس. فرمود به من یک کار یاد بده که بین من و بهشت هیچ فاصله نمانه. یعنی من همین لحظه ای که در محضر شما هستم بهشتی بشم. لا یحال بینی و بین الجنه، حائل یعنی فاصله، پرده رو میگن حائل. حضرت فرمود این مرد آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله یک کار به من یاد بده که بین من و بهشت فاصله نباشه. خب همه ما معتقدیم پیغمبر از هوا حرف نمیزنه، همه ما از قرآن قبول داریم که قرآن میفرماد از آگاهان سوال کنید. حالا آمده از پیغمبر سوال میکنه، جواب پیغمبر باید شیوه کار ما باشه، شیوه مدیریت ما باشه، در حکومت داری، در تجارت، در مکتب داری، در مرکز آموزشی و علمی را اداره کردن، در خانواده، در همه جا باید این ملاک باشه. و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، الگوی زیبا و بی نظیر شما پیغمبر است. حالا این پیغمبر چی یادش میده؟ لا یحول و لا یحال بینی و بین الجنه. دقت، این درخواست حالا راهکار چیه؟ پیغمبر این درخواست چطوری پاسخ میده؟ فرمود دو چیز، لا تغضب ولا تسأل الناس شیئا. فرمود اگر میخوای بین تو و بهشت فاصله نباشه دو چیز رعایت کن. یک، بر مردم خشمگین نشو. لا تغضب. ما بخشی از مشکلات ما همین غضب است، همین ناراحتی هاست، همین خشم گرفتن هاست با خانواده مان، با همکار مان، با مردم مان، با مرتبطین مان، با شریک مان. لا تغضب. پیغمبر فرمود بخشی از کار، حالا اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم که نمیشه، 50% مثلا، حضرت فرمود یک بخشی از درخواست تو توسط این قضیه تأمین میشه که خشمگین نشوی. دو، ولا تسأل الناس شیئا، چیزی از مردم تقاضا نکنی. این مقوله بسیار مهم است، این موضوعی بسیار سرنوشت ساز است. ما جامعه من را به سمتی رهبری کنیم، خانواده مانه، فرزندان مانه، کسانی که با ما همکارن، با ما رابطه دارن، با ما هم فکر و هم نوا هستن، شریک مسائل بزرگ و اجتماعی ما هستن، اینا را ما با طوری تربیت بکنیم که زمینه این دست دراز کردن به سوی مردم برایشان فراهم نشود. چرا کشورهای اسلامی مخزنی کشور اینقدر نیازمند باشه؟ اسلام یک عمل و یک حرکت را برای پیشرفت معرفی کرده که اگر ما او را بشناسیم و اجرا بکنیم به سرعت به این مسیر قرار میگیریم. من عرض کردم گاهن مستحب است امام جمعه هم سوره جمعه را بخونه و هم سوره منافقونه در نماز جمعه. یک حرکت و یک برنامه تعبدی نیست، یک چیز به اصطلاح غیر اجرایی نیست. نه، باید سوره جمعه را بخونه تا مردم با استفاده از مفاهیم این سوره راههای پیشرفت یاد بگیره. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. نماز جمعه وقتی برگزار میشه باش تلاش خودتون به نماز برسونید. خب این عبادت. فاذا قضیت الصلاة، وقتی نماز تمام شد
فانتشروا فی الارض، برین در سراسر زمین منتشر بشین. دنبال چی؟ دنبال درآمد، دنبال اقتصاد، دنبال علم. چرا سوره منافقون مسلمان ها بیشتر بفهمن؟ چرا؟ چون یکی از راهایی که ما را ذلیل میکنن اقتصاد است. لا تنفق على من عند رسول الله، منافقین گفتن اونایی که دوروبر پیغمبر است با اونا پول ندین. سال هاست، دهه هاست این کشور دستش نیاد درازه. بیاییم از اندیشمندانمان استفاده کنیم، از نخبه ها استفاده کنیم. داریم داخل کشور نیروهای ورزیده متفکر با همت و با جرأت و با شجاعت و شهامت، عاشق وطن، عاشق پیشرفت، عاشق آبادی، عاشق وحدت. اینها را احترام بکنیم، از فکرشان استفاده کنیم. نماز جمعه است، ماه مبارک رمضان، طولانی نشود. خیلی نکات در این موضوع است که من فرصت نیست همه اینها را عرض بکنم. یک روایت را از آقا امیرالمومنین، من وقت نام مبارک حضرت میبرم باور کنین احساس ویژه‌ای در وجودم پیدا می شود. چقدر این سرمایه کلان است، اما مع الاسف کم استفاده می کنیم. حضرت فرمودن نفرمودن برنامه همیشگی حضرت این بود به عنوان یک نسخه درمان برای دولتداران و برای افراد و نخبگان عرض می کنم. چی بهتر از اینها؟ فرمود کان امیر المومنین یقول، علما هستند، برنامه حضرت اینطوری بود، همونطوری که شما میبینید نماز جمعه هر روز بعد از خطبه سفارش به تقواست. حضرت همیشه یک کار انجام میدادن. کان امیر المومنین یقول، آقا همیشه این برنامه را داشتن. یقول لیجتمع فی قلبک الافتقار الی الناس والاستغناء عنهم. حضرت فرمود باید در قلب دو چیز با هم جمع کنی. بازم میگم دقت نکنین از دستمون رفته. حضرت فرمود در قلبت دو چیز کنار هم جمع کن، الافتقار الی الناس، هم به مردم نیاز داشته باشی هم از مردم بی نیاز باشی. اینه باید بفهمن همه مسئولین، همه دستندرکاران، شخصیت ها بدانن، علما، نخبگان همه بفهمن، مخصوصا اونایی که مسئولیت های کلانتر دارن. علی می فرماید دو چیز در قلبت جمع کن، هم نیاز به مردم، ما به مردم نیاز داریم، هم بی نیازی از مردم، والاستغناء عنهم. حالا چطوری میشه؟ هم به مردم نیاز داشته باشیم هم نداشته باشیم. فرمود نیازت به مردم در این مسیر باشد که با مردم، کان افتقارک فیکون افتقارک الیهم فی لین کلامک، نیازمندیت به مردم این باشه که با مردم نرم صحبت کنی. و حسن بشرک، با مردم خوش برخورد باشی. آقا امروز اگر کسی مقامی داره، اگر من اینجا نماز جمعه مثلا خدمت میکنم برگزار شده، اگر نبودین شما این نماز جمعه اینطور برگزار میشد؟ باید بفهمم این حضور مؤمنین است که نماز جمعه به این عظمت برگزار میشه. امام جمعه باید به این مقوله توجه داشته باشه، والی باید به این مقوله توجه داشته باشه، وزیر و رئیس باید به این موضوع توجه داشته باشه که ما به مردم نیاز داریم. فرمود و استغناؤک عنهم، اما از مردم بی نیاز باشی، فی نزاهت ارزک و بقای ازک،
از مردم بی نیاز باشی. برای چی؟ برای که از نظر مالی ارزت آبرود با طلب کردن در خطر نیفته. ما باید جامعه را اینطوری تربیت کنیم. این تربیت قرآن است، این تربیت پیامبر است. این در چی مسیر قرار بگیریم به این راه میرسیم، زمینه کار فراهم بشه، زمینه پیشرفت فراهم بشه. و الا هرچه معابد ما از نظر برگزاری عبادی تقویت بشه، راههای حیات و زندگی را پیدا نکنیم، یقین داشته باشیم به این مقوله نمیرسیم. من یک روایت را مجبورم، چون در برنامه ریزی کردم برای دوستان که در نماز جمعه توفیق حضور پیدا کردن، این را بخوانم و به یک باور که انشالله در خطبه دوم عرض میکنم. اول سال آغاز ماه رمضان است. بعضی از روایات شروع سال را ماه رمضان میدونه، بعضی ها شب قدر، بعضی ها عید فطر. حالا بعدا در خطبه دوم بس میکنم. آقا امیر المومنین علی علیه السلام فرمودن شیعتی، من اینه میگم به امیدی که انشالله همه دوستان ما نه در این نماز، در همه نمازهای کشور، در همه نمازهای جهان اسلام، چون آقا امیرالمومنین همه قبول داریم، به این سمت حرکت کنن. حضرت فرمود شیعتی، شیعه من، من لم یسأل الناس، شیعه من کسیه که از مردم چیزی طلب نمی کند. شیعتی من لم یسأل الناس ولو مات جوعا، ولو از گرسنگی بمیره. پیغمبر وقتی آمد مدینه، مردم مدینه خیلی درخشیدن، در حدی که پیغمبر فرمود اگر همه مردم از یک کوچه برود و از یک مسیر، مردم مدینه از یک مسیر، اونایی که اون زمان بودن، فرمود من از اون مسیر میروم که مردم مدینه رفتن. لو سلک الناس شعبا و سلک الانصار شعبا، انصار مدینه، لسلکت شعب الانصار. بعد در حد امکاناتشان در اختیار مهاجرین قرار دادن که داخل خانه ها را دادن و مهاجرین خودشان بیرون زندگی کردن. کشاورزی هاشان دقیقا بین خودشان و مهاجرین تقسیم کردن. بعد یک روزی آمدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله به ما یک سند بدین که ما بهشتی باشیم. از پیغمبر مطالبه سند کردن. تاریخ داره پیغمبر چوبی دست مبارکش بود، سر مبارک روی چوب گذاشت، لحظاتی به فکر فرو رفت. خب این تقاضا خیلی بزرگه. بعد سر از بالای چوبی که دست مبارکش بود بالا کرد، حالا میخواهد به اینا یاد بده که ضامن بشود که اینا اهل بهشته. فرمود که یکی از شرایطش اینه که ان لا تسأل الناس شیئا، از مردم چیزی طلب نکنید. در ادامه فرمود اعینونی به طول سجود، حالا که میخواییم به شما ضمانت کنم بهشت برویم، با سجده های طولانی مرا یاری کنیم. ما در کنار عبادت نیازی به کار داریم. خدا نیامرزه کسانی را که زمینه کار و پیشرفت را در جامعه به هم میریزن. هر کی باشه، امنیت زمینه کار فراهم میکنه. هر کس امنیت رو تخریب کنه، امنیت را تحت الشعاع و در واقع در خطر قرار بده، یک جنایت است. امنیت نباشه کار پیش نمیره، برنامه ریزی پیش نمیره. مسائل آموزشی هم از این قبیله، تخصص و تکنیک هم از این قوله هاست. امیدواریم که در ماه مبارک رمضان زمینه های عزت و پیشرفت با تقرب و با نزاهت و با نشاط و صفایی که در روزه گرفتن و در تهجد و در عبادت و در برنامه های اجتماعی است، بیشتر در کشور ما و در جامعه ما فراهم شود. خدایا
ما را در مسیر عزتت بیش از پیش یاری فرما. بیداری خدایا، هوشیاری، دلسوزی، بصیرت نصیب و روزی جامعه ما بگردان. امنیت، آرامش، وسعت بیش از پیش نصیب ملت و حکومت ما بگردان. ما را در محوریت قرآن به همدیگه نزدیکتر و مهربانتر بفرما. اللهم ارزقنا عقلا کاملا و عزا باقیا و قلبا زکیا و عملا کثیرا و ادبا بارعا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تبریک عرض میکنم حلول ماه رحمت و برکت و مغفرت، ماه مبارک رمضان را، و از خداوند علی اعلا عاجزانه تقاضا میکنم که توفیق بیشتر از بهرمند شدن از برکات و از فضائل این ضیافت الهی و این مهمانی بزرگ را نصیب جامعه اسلامی، دولت و ملت افغانستان بگرداند. نماز جمعه در کنار اون همه ارزش، خب مسئولیت ها و وظایف دارد. خطیب و مسئول بخش از این برنامه بزرگ، البته بخش مربوط به خطیب است، بخش عظیم مربوط به شرکت کنندگان، عزیزانی که با سعی و تلاش و اخلاص و ایثار زمینه این مجلس عظیم را فراهم میکنند، از نظر امنیتی، از نظر بهداشتی، دوستانی که در ستاد کار میکنند، خواهران و برادرانی که با حضورشان این عزت و این عظمت را در واقع تشکیل میکنن و فراهم میکنن. همه ای ما مسئولیت داریم. بخشش مربوط است به خطیب، که خطیب هم با توجه به جایگاهی که دارد باید به مسئولیت هایش به دقت و به تعمق توجه کند و عمل کند، اون چرا که لازم است بگوید و مردم را با استفاده از همه انرژی و نیرو و شرایط به سمت آگاهی، وحدت و عزت بکشاند. نکته اول را که از باب وظیفه در نماز جمعه عرض می کنم، در روزهای گذشته که پایان سال بود، یک هیئت بلند رتبه از کشور همسایه ما ازبکستان به کشور ما، به عاصمه و پایتخت یعنی به کابل آمد و با مقام های امارت اسلامی صحبت و مذاکره داشتند. گزارش را که
شنیدیم و پخش شد در این جلسه یا در این سفر، بزرگانی که از ازبکستان آمده بودند، مخصوصا آقای مشاور شورای امنیت ملی، آقای یعنی رئیس جمهور تاجیکستان آقای کامیلوف و همینطور نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان بود، گفتند که ما روی سرمایه گذاری و برنامه ریزی در پروژه های زیربنایی صحبت میکنیم. خب چاره این نیست، من مکرر عرض کردم، همه شما هم میدانین ما امروز در دنیایی که زندگی میکنیم دنیای ارتباطات است. نمیتونه یک کشور همه نیازهاش خودش فراهم بکنه، شاید یک کشور به صلاحش نباشه مثلا موتر تولید بکنه، خب شاید یک کشور راحتر موتر تولید بکنه، اما ما بتونیم موترهایی که اونا تولید میکنه به راحتی بیاریم و استفاده کنیم. مواد غذایی هم اینطوریه، مواد صحی و پزشکی هم اینطوریست. ما باید یک تعامل با دنیا داشته باشیم. هر کشوری یک اقلیمی داره، یک ظرفیتی داره، یک منابعی داره، یک معادنی داره. اینهایی که ما داریم به دیگرها بتونیم بدیم، امتیاز بگیریم. چیزایی که اونا داره ما بگیریم و ازش استفاده بکنیم. دنیای تعامل است، دنیای رابطه است، دنیای داد و ستد است. هر چی به صلاح مملکت باشه باید او کار انجام بدیم. مشاور وزیر خارجه کشور و مسئولیتی که از جانب امارت اسلامی داره اطلاعیه را داد که در این اطلاعیه بحث مطرح شد، افغانستان پل ارتباطی میان کشورهای جنوبی و مرکزی آسیاست و در گسترش تجارت یک نقطه بسیار برجسته و حساس و بنیادی است. ما باید از این موقعیتمان استفاده کنیم. یکی از راههایی که می توانیم کشور را به کار برسانیم، یعنی زمینه کار فراهم کنیم، این روابط حسنه با دنیاست. خب دنیا نیاز داره از مسیر کشور ما عبور بکنه برای که منافع داره. ما با امنیت، با رابطه حسنه، با رعایت اصول و فرمولهایی که هم به نفع ما است هم به نفع کشورهای همسایه است، این زمینه رو فراهم کنیم. مردم کار پیدا کنن، مردم دلگرم شوند، تلاش صورت بگیره، دقت صورت بگیره، تنش، درگیری، روی در روی قرار گرفتن، این زمینه ها صفر بشه. زمینه رابطه، زمینه برخورد حسنه، در واقع زمینه آبادی و پیشرفت فراهم بکنیم. من از این خبر و از این گزارش خوشحال هستم. نکته دومی را که باید عرض بکنم، ماه رمضان الحمدلله آمده که صحبت میکنم. خب نیازهای زندگی بیشتر شده، از اینه که تعرفه های گمرکی کمتر شده و مواد اساسی اونهایی که خیلی مورد احتیاج است نسبتاً در این ایام قیمتش پایین آمده. این یک خلاصه واقعاً برنامه خوب و قابل ستایش است، اما امیدواریم که بحث کار، بحث آموزش، این هم انشالله توجه شود و حل شود و آرام آرام گامهایی را برای انشالله عزت و پایداری و پیشرفت کشور برداشته باشیم. نکته دوم، نکته بسیار اساسی و کلیدی برای شما نمازگزاران و همه مسلمین، میدانین پاپ بزرگ مسیحی ها هست، یعنی مسیحی ها با باورهای مختلف خلاصه به پاپ با چشم یک رهبر دینی اعتقادی میبینه. واتیکان که در واقع مرکز قدرت و برنامه های پاپ هست، بعد از دو سال قبل پاپ
و دیدن حضرت آیت الله سیستانی و به زیارت نجف اشرف آمده بود که از افتخارات جهان اسلام در تاریخ اسلام است. یک رهبر مسیحی که میدونین از نظر جمعیتی مسیحی ها خیلی در دنیا جمعیت زیادی دارن، آمد و خلاصه نه تنها به زیارت حضرت امیر که او به جای خود، آمد به زیارت یک شخص، یک انسان، یک رهبر. و بعد از 2 سال یک نامه ای را منتشر کرده واتیکان. در این نامه که روز سه‌شنبه کاردینال میگل آیوسو، همون در واقع رئیس دایره گفتگوی ادیان واتیکان هست، این نامه را منتشر کرد و حضرت آیت الله سیستانی خطاب کرد و به دفتر حضرت آیت الله فرستاد، فرمود که برادر گرامی، و حضرت آیت الله سیستانی تعبیر کرد آقای پاپ به عنوان برادر گرامی، درود فراوان بر شما، باعث خوشحالی من است که فرصت را غنیمت بشمارم تا بار دیگر شما را پس از گذشت 2 سال از دیدارمان در نجف که برایم مفید بود، دقت کنین، بعد از 2 سال اعتراف میکنه میگه دیدار من با شما در نجف برایم مفید بود، خطاب قرار دهم، یعنی 2 مرتبه به شما حرف بزنم، دیداری که نقطه عطفی در مسیر گفتگوی بین الادیان و تفاهم بین ملت ها بود. میفرماید این دیدار در مسیر تاریخ برای زندگی مسالمت آمیز یک نقطه ویژه است، یک نقطه روشن و نقطه رهگشاست. بالاترین افتخار است که یک رهبر به اون عظمت که مسیحی ها او را قبول دارن، در مقابل یک شخصیت جهان اسلام اینگونه مؤدب و با کرنی صحبت میکند. گفتگوی برادرانه، من وقتی این جمله را گفتم یاد این آیه قرآن افتادم، ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، برخورد زیبا با برخورد خشونت آمیز برابر نیست، اتبع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. پاپ میگوید گفتگوی برادرانه و مشارکت معنوی شما در موضوعات والایی، میفرماید شما در موضوعات بسیار مهم جهان وارد شدین، نظیر همبستگی، صلح، دفاع از مستضعفین، همچنین پایبندی شما به نفع کسانی که مورد ظلم قرار گرفتند، مهم نیست مسلمان باشه یا غیر مسلمان، مهم نیست در کدام کشور باشه، و پاسداری شما از حریم مقدس زندگی. زندگی برای هر کسی شیرین است، پاسداری شما از حریم مقدس زندگی، اهمیت وحدت. می فرماید برای من افتخار است که اینها را به خاطر آورم و قدردانی می کنم. ما امروز وظیفه داریم به عنوان مسلمان، به عنوان پیروان قرآن، در مسیر معرفی اسلام از این روش ها استفاده کنیم، از روش زیبا، از روش نصح و خیرخواهی، نه از روش های خشونت، از روش های افراد، سختگیری ها یا تفرید، بیتوجهی. امیدواریم که هممان با بیداری بیشتر، با استفاده از ماه نزول قرآن، ماه مبارک رمضان، به این مقوله ها بیشتر توجه کنیم. زیاد در مسائل اجتماعی نپردازم، آخرین نکته ماه مبارک رمضان است، من زیاد فرصت نمان درباره ماه رمضان صحبت کنم، اما یک نکته بسیار عمیق و
در واقع محوری عرض میکنم دوستان و نمازگزاران عزیز که به لطف الهی همه با نشاط و با فضیلت و معنویت خطبه ها را گوش میدن و با عمق و جرفا به مسائل ما را یاری میکنن، به این نقطه توجه کنن. گاهی یک مکان، مکان مقدس است و با برکت، مثل مکه معظمه. ما مکان بالاتر از مکه نداریم عزیزان، همه ما به سمت مکه نماز میخوانیم. خیلی برکت داره. هجر اسماعیل مستجار ملتزم خیلی با برکت است، اما یک مکان است. همه توفیق پیدا نمی کنند همه مسلمان ها اونجا حضور پیدا کنند. از بین هر 1000 نفر یک نفر نماینده ایام حج به مکه می روند. اما زمان وقتی با برکت می شود خیلی متفاوت است. وقتی ماه رمضان می آید دیگه هر مسلمان در همه جهان از این برکت بهرمند است. از همین فرمول امام زمان بشناسیم که چقدر عظمت داره. یک زمان ویژه‌ای را خداوند در نظر گرفته. قرآن می‌فرماید شهر رمضان، ماه رمضان، سوره مبارکه بقره آیه 182، الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان همان ماهی است که قرآن در آن فرو فرستاده شده است. الذی انزل فیه القرآن خیلی زیباست انصافا. تا ماه رمضان معرفی میکنه با نزول قرآن معرفی میکنه، بعد در ادامه به قرآن میپردازد، هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. این قرآنی که در ماه رمضان نازل شده چی داره؟ در بردارنده دلائل آشکار هدایت است. هدى للناس، می تواند این قرآن همه مردم هدایت بکند. در این قرآن امکانات، ابزار، مطالب و معارف تشخیص حق از باطل است. هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، هم دلائل هدایت است هم دلائل تشخیص از حق. لذا به ما یاد دادن در ماه رمضان قرآن بخوانید. برای که نه تنها جامعه اسلامی، جامعه انسانی هدایت شوند، قرآن بخوانیم تا حق را از باطل بشناسیم. چگونه قرآن بخوانیم؟ عزیزانم، اساتید، علما، فضلا، مدیران قرآنی در جلسه هستند، بیاییم این سبک از قرآن یاد بگیریم. هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. علی کل حال این ماه ماهیست که به تعبیر رسول الله اتاکم شهر رمضان، ماه رمضان آمد، شهر خیر و برکت، ماه خیر و ماه برکت. رمضان از نظر لغت یا از ریشه خلاصه رمزه است، به معنای بارانی که خزان میبارد، بازان اخباران خزانی میبارد. خاک و آلودگی و غبارهای تابستان را همه را نابود میکند. ماه رمضان که میآید همه آلودگی های سال ما را شستشو میدهد، اینها را نابود میکند. امیدواریم که این گونه به رمضان نگاه کنیم. در روایات ای بحث مطرح است که آیا ماه رمضان لحظه آغاز سال است؟ من برای اولین بار این بحث را با توجه به
شرایطی که میبینم فقط در حد اشاره عرض میکنم. ماهای زیاد ما داریم، 12 ماه ویژگی های خودش داره، ماه رجب، ماه شعبان، اما ماه رمضان استثنایی است. از روایات استفاده میشه، نام های زیادی داره، ماه خدا، ماه بزرگ خدا، ماه میمانی، ماه نزول قرآن، ماه تلاوت قرآن، ماه روزه گرفتن، ماه مسلمانی، ماه پاک کننده، خالص سازی. همه اینها را که بگذاریم، یکی از ویژگی های ماه مبارک رمضان این است که برکت خاص داره. من به او برکتش اشاره بکنم و خطبه دوم تمام بکنم. پیغمبر فرمود لو یعلم العباد، اگر مردم میفهمیدن، لو یعلم العباد، مردم میفهمیدن ما فی رمضانه، در رمضان چیست؟ ما خیلی کم میفهمیم. همین دعایی رو که سحرها انشاءالله میخوانیم، دعا زیاد داریم در سحر، یا عدتی فی کربتی، چی دعایی است؟ دعای ابو حمزه سمالی. انصافا برکاتی که در این ماه است به سادگی قابل درک نیست. پیغمبر فرمود لو یعلم العباد، اگر بندگان میفهمیدن ما فی رمضان، در رمضان چیست، لتمنت ان یکون رمضان سنه، دوست داشتن، آرزو داشتن کل سال رمضان. حالا که همه سال رمضان نمی شود، بیاییم از این فرصت ها استفاده بکنیم. برای اولین بار این نکته را توجه کردم، اونم تذکر یکی از نخبگان بود. در روایات اهل بیت علیهم السلام تاکید شده که ماه رمضان اول سال است. اشکال نداره این نکته را در این مهمانی بزرگ امسال در نماز جمعه من دنبال بکنم. خب شما دیدین در مسائل عید اختلافات است. من در سخنرانیام عرض کردم آغاز سال یک امر اعتباریه. حالا مسیحیان میلاد حضرت مسیح را اول سال میدانند، عجم ها اول حمل، ما مسلمان ها مخصوصا عرب ها خدمت شما عرض شه که اول محرمه. تاریخ اسلام هم اختلاف شد، بعضیا بعثت مطرح کردن که اول تاریخ اسلام باشه، بعضی هم هجرت پذیرفته شد. امر اعتباری است و الا یک جریان واقعی نیست که ما بگیم اول سال یک اتفاق خاصی میفته. اما در روایات، از روایات استفاده می شود که اهل بیت علیهم السلام آغاز سال را اول ماه رمضان می دانستند. دو مسئله اینجا مهم است که آغاز سال معناش چیست که عرض کردم، یعنی برنامه ریزی. خدا رحمت کنه سید ابن طاووس این بحث مطرح می کنه که هم محرم اول سال می دانند و هم در روایات اول سال ماه اول رمضان معرفی شده. بعد یک تحلیلی میکنه، میگه شاید در مسائل عبادی اول سال ماه رمضان باشه، در مسائل اجتماعی اول سال ماه محرم باشه. اما عده‌ای از بزرگان میفرمایند که در عمل اهل بیت، در عمل بزرگان، همون اول رمضان آغاز سال است. یک تصفیه حساب با خودمان بکنید، یک شروع با برنامه را از اول ماه رمضان آغاز کنیم، خیلی قیمت داره. علی کل حال امید است که با استفاده از این مهمانی بزرگ و از برکتی که دارد انشالله به مدارج بلند و به مقامات عالیه برسیم. از همه دوستان، از همه نمازگزاران و روزداران التماس دعا دارم و لحظه لحظه در حق همدیگر، در حق مسلمین دعا کنیم. از همه بالاتر و از همه بیشتر این اسباب وظیفه عرض می کنم،
به یاد صاحب من باشیم، به یاد آقای من باشیم. آقا خیلی مهم است. ماه رمضان با این عظمت، شب قدر، تنزل الملائکه و روح، روح و ملائکه نازل میشه، پیشی که میایه اینه تعارف نمی کنه. وقت افطار دعا کنیم. باورتان هست و یقین دارم مگر میشه لحظه افطار خدا دعا را قبول نکنه؟ وقتی سحر سحری میخوریم، خلاصه دیگه مسواک میزنیم که دیگه قصد روزه میکنیم، سوره مبارکه قدر بخوانیم، خیلی ثواب داره. لحظه ای هم که افطار میکنیم سوره قدر بخوانیم، قبل از افطار هر دعایی میکنیم، در کنار دعاهاتان فرج آقا باشه. ای دعا به ما خیلی انرژی میده. خدایا فرجش معجل فرما. خدایا ما را برای ظهورش آماده بفرما. خدایا با این باور اسلام، مسلمین، بشریت را خدایا بیدارتر بگردان. ما را از دعاهای اون حضرت بیش از پیش بهره‌مند فرما. خدایا خدمتگزاران و دلسوزان به جامعه اسلامی را در همه کشورهای اسلامی، در افغانستان بیش از پیش یاری فرما. عزیزان که امنیت کشور خدایا میگیرن، عزیزان که با حضورشان در معابد، مخصوصا در این مرکز و در این عبادتگاه، به عزت و به شوکت این برنامه ها میافزایند، عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.